گفتار امروز تلویزیون برابری در ارتباط با روز جهانی طبقه کارگر است. روز جهانی همبستگی بین المللی کارگران، روز مبارزه متحد و یک پارچه علیه سرمایه‌داری، روز گرامی داشت خاطری کارگران شیکاگو، روز رزم و همایش جمعی و متحد کارگران در همه کشورهاست. اول مهمه روزی است جهانی که کارگران به اشکال گوناگون جشن و راهپیمایی و تظاهرات و اعتصاب اکسیون در دفاع از حق زندگی و ممکن کردن جهانی آزاد و برابر همبسته و انسانی به میدان میآیند. در آستانه اول ماه می 2016 بحران ساختاری سرمایه‌داری همچنان ادامه دارد. باز تولید این بحران تنش و بحران عمیقی را در مناسبات کار و سرمایه، در مناسبات بین‌المللی و تشدید رقابت و کشمکش در اردوی سرمایه و میلیتاریزه شدن مناسبات بین‌المللی، در تشدید شکاف طبقاتی و تعمیق بیگانگی اکثریت عظیم نیروی کار و زحمت با مناسبات حاکم، در ویرانسازی ها و جابجایی های گسترده به جای گذاشته است. در این حال سیاست نئولیبرال حاکم برای توسعه سرمایه‌داری در همه کشورها بر سیاست واحد آزادسازی و خصوصی سازی و مقررات زدایی استوار بوده است، سیاستی که بقای سیستم موجود را در گروه جهانی سازی فقر و محرومیت اکثریت عظیم مردمان و نابرابری های عظیم طبقاتی قرار داده و برای تداوم و گسترش سرمایه‌داری در مسیر نابودی طبیعت و تلاش در جهت تثبیت بربریت کامل و حاکمیت یک درصدی ها در دنیای کنونی استوار بوده است. فرایند حاکم شدن این سیاست نئولیبرال در همه کشورها با خصوصی سازی منابع و ثروت‌های اجتماعی و سلب مالکیت از تولید کنندگان مستقل همراه شده است. این سیاست تبهکارانه ده ها و صد ها میلیون خانوار کارگری را خانه خراب کرده، میلیون ها نفر را به ارتش عظیم بیکاران و بیخانمانان افزوده، با مقررات زدایی میلیون ها نفر از کارگران رسمی بنگاه های عمومی و خصوصی را به اردوی غیر رسمی کارگران موقت و پار وقت و سفید امضا فرستاده، سیل عظیمی از دهانان را به حاشیه شهرها پرتاب کرده و شرایطی مشقتبار برای زندگی اکثریت عظیم مردمان جهان درمان آورده است. شرایطی که مبارزه برای تأمین معاش و زندگی انسانی برای بسیاری از مردمان جهان خصوصا جوانان به امری دشوار تبدیل شده است. در این حال با سقوط شدید دستمزدها در سطح جهان و انفجار فقر، شهرهای بزرگ به محاصره فقرا و بیکاران و رانده شدگان ساکن در شهرهای زاغی و حلبی آبادها درآمده است. با تحمیل سیاست نئولیبرال و مقررات زدایی ها و خصوص سازی ها، اشکال کار غیرمزدی از اجباری تا داوطلبی و تا بردگی خالص احیا شدند. به کارگیری کودکان خریداری شده یا اجاره شده در سنگین ترین کارها و در بدترین شرایط در سطح وسیع از جهان به بی‌رحمانه ترین شکل احیا شده است. کودکان خیابانی، کودکان اجاره‌ای، زنان و مردان روسبی و بردگان تجارت سکس، کارگران مهاجر غیرقانونی که در ازای یک پناهگاه و یک وعده غذا به انجام شاق‌ترین کارها رضایت می‌دهند، کارگرانی که ماها بی حقوق و دست مزدی به سخت‌ترین کارها تن می‌دهند و همه و همه را می‌توان در این لیست افزود. این تصویر کنونی جهان ماست که با نابرابری‌ها و نابرابری‌های ناباورانه و باور نکردنیش همه اشکال بهره‌کشی در همه دوران‌های تاریخی را بار دیگر باز تولید کرده است. این در حالی است که رقابت‌ها و تنش‌های درونی سرمایه جهانی از یک سو و مقاومت‌های قربانیان آن از سوی دیگر نظم حاکم بر چنین جهانی را به چالش کشیده است.
اتکا به مکانیزم های بازار، محروم های اقتصادی برای بازتولید آن کمتر از همیشه پاسخگوی این سیاست است. در چنین جهانی که برای مهار کردن تضادها و تنشهایش طبقه حاکم با توسل به خشنترین اشکال کنترل اقتدار سرمایه و قدرت حاکم را سازمان می‌دهند، آنجا که نمی‌توان این اقتدار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی و 1%ها را از طریق نظم پذیرفته شده جهانی و دولت‌ها و طبقه حاکم پیش برد، باید از طریق تحریم‌ها و محرومیت‌های اقتصادی و یا با عریان‌ترین و خشن‌ترین شیوه‌های نظامی و کودتاهای نظامی سیاست خود را تحمیل کرد. بی سبب نبوده است که جنگی ویرانگر و طولانی خاورمیانه و شمال آفریقا را به مرکزی برای تعیین تکلیف هژمونی امپریالیستی و منطقه‌ای تبدیل کرده و بزرگترین و دردناکترین تراژدی‌های انسانی را در سوریه و عراق و لیبی و یمن و افغانستان و سومالی و دریای مدیترانه خلق کرده است. واقعیت این است که نظم سیاسی سرمایه‌داری از مدل انباشت آن جدا نیست. سیاست نئولیبرال، تشدید استثمار و بهره‌کشی از نیروی کار، سیاست سلطه‌جویی، تجاوزگری و جنگ‌افروزی سرمایه‌داری جهانی، همه و همه در راستای همین سیاست هستند. در مقابل این روند تبهکارانی که بر جهان ما تحمیل شده است و در راستای به صحنه در آوردن و به صحنه آمدن همه ظرفیت‌های مبارزاتی نیروی کار و گسترش عرصه‌های نیروی طبقاتی و نبرد طبقاتی، به لحاظ نظری و سازمانی باید تدارک دید. در این راستا گشودن جبهه تازه‌ای بیرون از محیط‌های رسمی حیاتی است. مکان‌های سکونت، محیط‌های زندگی و مصرف یکی از با اهمیت ترین آنهاست. در چنین مکانهایی است که نیازهای فوری و حیاتی جوشانند و انگیزه های حرکت و اقدام روزمره نطفه میبندند. جغرافیایی که در آن کم هزینه ترین اشکال مبارزه در دسترس انبوه ترین مردم است و حق انتخاب از اختلال در نظم شهری و گردش کالایی تا تخریب و محاصره و فشار و مستقیم بر اقتصاد رسمی را شامل می شود. در شرایطی که موقعیت نیروی کار برای رویارویی با سرمایه در محیط تولید رو به ضعف گذاشته و توقف تولید برای صدها میلیون مردم بیکار و به حاشیه رانده شده ناممکن و برای بسیاری دیگر دشوار شده است، گشودن جبهه وسیعی در این محیط، یعنی محیط مصرف، محیط محلهای سکونت، اهمیتی راه بردی دارد. در این حال گسترش سازمان دادن همه نیروی کار و زحمت، معلمان و پرستاران، پزشکان و سایر مزدحوق بگیران و مشابه در بخش رسمی، کارکنان خانگی، کارگران کارگاه‌های فامیلی، بردگان جدید، کودکان کار، زندانیان در اردوگاه‌های کار اجباری و غیره، در کارزارهای ضد سیستمی می‌تواند اکثریت عظیم مردمان را علیه بربریت حاکم به میدان آورد. برای شکل گیری یک جنبش سیاسی فراگیر، جنبشی که قادر باشد حرکت‌ها و مبارزات طبقاتی مردم اعماق را به هم گره زند و هدف‌های فوری خود را از درون نیازهای آنان بیرون کشد، باید به مسائل روزمره و مسائل اساسی آنها پاسخ داد. هرچه از نردبان محرومیت و ستم کشیدگی پایین تر می رویم، بسیج اجتماعی و طبقاتی بیشتر مشروط می شود به توانایی جنبش در حمایت از مبارزه توده‌ای طبقات فروده است برای بقا. به این لحاظ باید این نیروی طبقاتی، این نیروی اعماق را سازمان داد. برای بنا نهادن یک دنیای بهتر، یک دنیای سوسیالیستی به دست آنانی که در جهنم سرمایه‌داری هر روز و هر ساعت خاکستر می‌شوند، محتاج آنیم که همگان باور کنند که سوسیالیسم
نه صرفا امر امروز، نه صرفا امر فردا، بلکه همچنین پاسخی است برای امروز. نه از بالا بلکه از پایین سوسیالیسم بنا می شود، نه لزوما پس از کسب قدرت سیاسی، بلکه همراه با قدرت یابی و پیافکندن ساختار نوینی از قدرت برپا می شود و برقرار می شود. یک جنبش سیاسی فراگیر زمانی قادر خواهد بود به هدفهای خود نزدیک شود که از شکافهای بیشماری که مردم کار و زحمت را تکه پاره می کند عبور کرده باشد. ناکامی در غلبه بر رقابتها و تنشهای موجود حول مسائل نژادی، جنسی، قومی یا مذهبی در میان آنان به معنی آن است که اجازه داده شود که هر بخش از این مردم به نیروی سرکوب بخش دیگر تبدیل شود. اجازه داده شود که ناسیونالیسم، فاشیسم، بنیادگرایی مذهبی و پوپولیسم شکاف‌های موجود در اردوی کار را از نفرت و بیزاری پر کنند و کارگران و توده زحمتکش را در قالب فرقه‌ها و جماعت‌های دشمن رو در روی هم قرار دهند. ایستادگی در برابر همه اشکال تبعیض و مبارزه علیه همه اشکال ستم نخستین شرط مهار کردن چنین تنش‌هایی و کامیابی در ساختن یک جنبش رنگین کمانی است. جنبشی که همبستگی را بر پایه برسمیت شناختن تنوع‌ها بنا کند و به تلاش برای همگونسازی‌ها خط بطلان کشد. در فاصله دو ماه مه در بسیاری از کشورهای جهان فریاد اعتراض علیه سرمایه و بربریت حاکم در اشکال اعتصاب و تظاهرات و اکسیون و تحصن و شورش و اشغال مناطق شهری انعکاس بسیار یافته بود. در یکی از نمونه های برجسته آن جنبش شب بیداران است. بیش از یک ماه است که شب بیداران پاریس دولت ارتجایی اولاند و بورژوازی فرانسه را به چالش کشیدند و در برابر تصویب قوانین ضد کارگری ایستادگی می‌کنند. ها در یونان و اسپانیا و سوئد و آلمان و آمریکا، برزیل و کره جنوبی و چین، آرژانتین و ترکیه و کویت و آفریقای جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگر نیز علیه برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی طبقه حاکم در اشکال گوناگون و متنوعی ادامه داشته است. در فاصله دو ماه مه کارگران ایران نیز مبارزات درخشانی را در اشکال متعدد و متنوعی به پیش بردند. در سالی که گذشت بیشتر از سال قبل حرکت‌های اعتراضی را شاهد بودیم. علی‌رغم هزینه‌های هنگفت زندان و محرومیت و اخراج، اعتراضات کارگری در ایران گسترده‌تر از همه کشورهای پیرامونی است. 5 اعتصاب کارگری در روز میانگین مبارزات کارگری در ایران است. اعتراض و اعتصاب و تحصن و تجمع و تومار نمیسی علیه اخراج ها و بیکارسازی ها، علیه خصوص سازی ها و واگذاری به شرکت های خصوصی و پیمانکاری، برای دستمزد های پرداخت نشده و برای افزایش دستمزد ها، در دفاع از فعالین و رهبران تشکل‌های کارگران و معلمان زندانی، علیه قوانین نوشته و نانوشته ضد کارگری و بسیاری مشخصه‌های این حرکت‌های کارگری بودند. در این حال یکی از ارزنده‌ترین دستاوردهای جنبش کارگری در این سال اطلاعیه‌های مشترک 7 تشکل مستقل کارگری و مدافعین جنبش کارگری، 5 گروه مستقل کارگری و همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی عمومه با مضمونی مشابه در مورد دستمزدها و اشاره به ضرورت تشکل‌یابی مستقل و سراسری کارگران و در رابطه با یادمان زنده یاد شاهرخ زمانی و قتل خاموش او در زندان‌های رژیم اسلامی بوده است. در این حال ما شاهد قطعنامه‌ها و اسناد و بیانیه‌های مشترک بسیاری تشکل‌ها و نهادهای کارگری مستقل
در ایران در ارتباط با اول واهمه امسال هستیم. در این حال در همین آستانه ما شاهد اقدامات شجاعانه رهبران و فعالان تشکل‌های کارگران و معلمان و اعلام درخواست‌ها و مطالبات مشترک انسانی طبقه کارگر و مزدبگیرانیم. اعلام مخالفت صریح و قاطع بالاتفاق تشکل‌های کارگری و فعالان و تشکل‌های کارگری و معلمی با تصمیمات ضد کارگری دولت روحانی و اعلام دستمزدهای بی‌شرمانه یک چهارم خط رسمی فقر و دفاع از حق زندگی انسانی برای خانواده‌های کارگر و مزدبگیر نشانه‌های امیدبخشی است که پیشروی جنبش کارگری را تقویت خواهد کرد. تعمیق و گسترش این همکاری‌ها و رابطه فشرده با پایه‌های کارگری در کارخانجات و کارگاه‌ها و مراکز کار و زیست کارگران می‌تواند شالوده‌های تشکل مستقل و سراسری کارگران و مزدبگیران ایران را پایه‌ریزی کند. طبعاً دفاع از مبارزات و مطالبات همه بخش‌های طبقه کارگر و مزدبگیر، معلمان و پرستاران و بیکاران، کارگران نیمه وقت و پاره وقت، کارگران رسمی و غیر رسمی و قراردادی و سفیدامضا، زنان و مردان، جوانان و دانشجویان از اهمیت بسزایی برخوردار است. فعالین کارگری و چپ نمیتوانند در این حال به جنبش‌های بزرگ اجتماعی و مردمی در دفاع از محیط زیست، دفاع از حقوق اجتماعی و انسانی و آزادی‌های بی‌قید شرط بیان و قلم و تشکل و دفاع از محیط زیست بی‌اعتنا باشند. تلاش در جهت همراهی و تقویت این جنبش‌ها و پیوند آنان با جنبش زندگی، جنبش نان و آزادی و برابری از اهمیت فراوانی برای در هم شکستن بربریت نظام سرمایه‌داری و رژیم جمهوری اسلامی برخوردار است. ما فرا رسیدن اول واهمه روز همبستگی بین‌المللی کارگران همه کشورها را به کارگران و مزدبگیران، به همه آنان که برای آزادی و برابری و سوسیالیسم پیکار می‌کنند تبریک می‌گوییم. ما با همه توان برای همبستگی جهانی طبقه کارگر، برای متحد کردن صفوف نیروی کار و زحمت در دفاع از مطالبات برحق کارگران، برای آزادی بی‌قید شرط همه زندانیان سیاسی، خصوصا فعالان و پیشروان کارگری و معلمان خواهیم کوشید. اول ماه مه امسال را روز همدلی و همکاری و اتحاد همه تشکل‌های مستقل کارگران و معلمان و پرستاران، روز دفاع از خواست حداقل دستمزد 3.5 میلیون تومانی و دفاع از حق تشکل مستقل کارگران و آزادی بی‌قید شرط همه فعالان و رهبران تشکل‌های کارگران و معلمان و همه زندانیان سیاسی می‌دانیم. دفاع از حق زندگی شرافتمندانه و راحت و انسانی برای خانواده‌های کارگری و اکثریت عظیم مردمان خواستی متمدنانه و انسانی است و باید نیروی چپ و کارگری با همه وجود به دفاع از آن برخیزد. ممنون و سپاس. Ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons.
on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con, mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, y a qu'une seule règle en somme: se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.